شماره از بستین خوری علم و فناوری ایسنا خبرهایی از تلاش برای ساخت واکسن آلزایمر، راه رفتن دوباره موش‌های فلج، تولید الکتریسیتی از خاک و دو خبر دیگر را مرور می‌کنیم. تلاش برای ساخت واکسن آلزایمر. اگرچه هنوز راه زیادی برای پی بردن به چگونگی توسعه آلزایمر در مغز انسان باقی مانده، اما مدت هاست که نقش پروتئین های موسوم به آمیلوید بتا در بروز این بیماری مشخص شده است. پروتئین های آمیلوید با ایجاد پلاک های مغزی خطرناک در میان سلول های عصبی باعث از دست رفتن حافظه و مشکلات شناختی می شوند. اکنون محققان در مطالعه جدید ساختار شبیه به سنجاق سر در این پروتئین کشف کردند که به گفته محققان می تواند مقدمات ساخت واکسن برای بیماری آلزایمر را مهیا کند. محققان با استفاده از این ساختار تازه کشف شده توانستند نوعی آنتیبادی توسعه دهند که میتواند این پروتئین ها را هدف قرار دهد. واکسن آزمایشی آلزایمر روی موش های دچار این بیماری نتایج امیدوارکننده ای داشته است. این واکسن باعث کاهش قابل توجه پلاک های آمیلوید در مغز موش می شود و میزان از دست رفتن نورون ها را پایدار می کند. تولید الکتریسیته از خاک. شرکت نوپا به نام بیو توانسته با استفاده از فرایند تجزیه در خاک الکتریسیته تولید کند. این شرکت برای این منظور به کمک مهندسان نانوتکنولوژی و زیست شناسان خود باتری‌های زیستی تولید کرده است. این باتری‌ها مانند باتری‌های معمولی دارای آنود و کاتود هستند، اما به جای استفاده از موادی مانند لیتیوم برای تولید انرژی، از مواد عالی خاک استفاده می‌کنند. هنگامی که مواد عالی در خاک تجزیه می‌شوند، الکترون‌هایی آزاد می‌شود که باتری‌های شرکت یاد شده آنها را از آنود به کاتود منتقل می‌کند و در نهایت جریان الکتریسیته شکل می‌گیرد. این باتری‌های مستطیل شکل در خاک قرار می‌گیرند و می‌توان از آنها برای تأمین الکتریسیته مراکز خرید، دفاتر و بیمارستان‌ها استفاده کرد. راه رفتن دوباره موش‌های فلج. محققان آمریکایی نوعی ژل تولید کردند که به موش‌های فلج کمک کرد پس از حدود یک ماه دوباره راه بروند. این ژل که حاوی مولکول‌های موسوم به مولکول‌های رقصنده است، می‌تواند پس از تزریق آسیب‌های نخاعی را ترمیم کند. این درمان جدید حاوی دو نوع پپتید تغییر یافته است. پپتیدها پلیمرهای کوچکی هستند که از به هم پیوستن اسید آمینه‌ها تشکیل می‌شوند. طبق اعلام محققان، این پپتیدها با به وجود آوردن سیگنال‌هایی به روند ترمیم ناحیه آسیب دیده در نخاع سرعت می‌بخشند. این ژل همچنین به وجود آمدن رگ‌های خونی را افزایش می‌دهد و تعداد نورون‌های حرکتی باقی مانده را بیشتر می‌کند. متناسب سازی آیپد برای افراد دچار معلولیت. شرکت سوئدی توبی دایناواکس با تبیه یک سیستم رادیویی چشمی در تبلت‌های آیپد، امکان کنترل این تبلت‌ها توسط چشم برای افراد دچار معلولیت را فراهم کرده است. این شرکت همچنین امکانی در تبلت فراهم کرده که در آن متن نوشته شده توسط حرکات چشم به صدا تبدیل می‌شود. طبق اعلام این شرکت سوئدی، این تبلت می‌تواند به افراد دچار معلولیت کمک کند تا بتوانند مانند سایر افراد از شبکه‌های اجتماعی، اپلیکیشن‌های آموزشی و سایر امکانات دیجیتال با سهولت بسیار بیشتری استفاده کنند. تازه‌ترین اطلاعات درباره تزریق دوز سوم کرونا. تازه‌ترین اطلاعات آژانس امنیت سلامت انگلستان نشان می‌دهد تزریق دوز سوم واکسن کرونا به شکل قابل توجهی باعث افزایش حفاظت در برابر ظهور علائم این بیماری می‌شود. این یافته‌ها نشان می‌دهد دوز سوم برای سرکوب موج‌های آینده کرونا ضروری است، چرا که حدود 6 ماه پس از تزریق دوز دوم اثرات حفاظتی آن به تدریج از میان می‌رود. طبق این اطلاعات، تزریق دوز سوم باعث می‌شود فرد در صورت آلودگی به ویروس کرونا تا 94% در برابر ظهور علائم کرونا و پیشروی این بیماری ایمن بماند.